با سلام و وقت بخیر، خوش آمدیم به جلسه بعدی. ادامه درس ما به ابزارها است که باقی مانده شد امروز بخیر تشریح میکنیم. خب بعد از ابزار ریزور تول نوبت ابزار سلپ تول میرسه. توسط این ابزار شما میتوانید نقطه آغاز و ختم یک ویدیو را به صورت همزمان تغییر دهید. این ابزار همچنان از جمله ابزارهای تخصصی برای تدوین ویدیوها به شمار میرود که شارتکت زی یا کلید میان برش وای است. خب ببینید شارتکتش وای است، خود سلپ تول. این چی کار میکنه؟ این باید در هر دو بخش، یعنی ابتدا و انتهای کلیپ ما، در سورسش باید، وقتی میگم سورس به این معناست که یعنی ویدیو از اول آخر حذف شده در سورس، یعنی اگر ابتداش بیاریم در ابتدا باید ویدیو داشته باشه و اگر طرف آخر ببریم در آخر باید ویدیو داشته باشه. کشی میکنه تا وقتی پیش میره که میتونیم تغییرات بیاریم در کلیپ مورد نظر خود که در سورس خود ویدیو داره. اگر وقتی ویدیو ختم شد یا ابتدا یا آخرش رسیدیم، بعد از اون باز دیگه اون کار انجام نمیده. ببینین اولین فریم ما یس، آخرین فریم ما خوب است که سر از این کلیپ کار کنیم. فرم اول ما ای است، فرم آخر ما ای است، درست است؟ اینی قدر ویدیو در بین خود داریم. سلپ تول کارش چی است؟ تغییرات سر خود ویدیو است. ما به هر اندازه که سمت چپ کش کنیم، روی کلیپ مورد نظر کلیک میکنیم، به هر اندازه که سمت چپ بیارم، فرما یا ویدیوهای اول ویدیوی ما شما حذف میشه، به مو اندازه از آخر ویدیو میگیره، زمان اصلی ویدیوی ما تغییر نمیکنه. ببینید من به هر اندازه که در ابتدا میارم، در اینجا تغییرات در یک قسمت در یک قسمت تغییرات برای شما نشان میدم تا که ویدیو آخر شد. ببینید دیگه در اینجا در سورس خود دیگه ویدیو نداریم، زمان کلپ همون زمانش تغییر نکرد، اما ویدیو جا بجاش. به هر اندازه که من سمت راست کش کنم میره چی میکنه؟ یک حالت شکل دورانی داره، از آخر ویدیوها حذف میکنه، از ابتدایش چی میکنه؟ اضافه میکنه. ببینید تا حدی میتونیم پیش بریم که دیگه در سورس یا در ابتدای ویدیوی ما دیگه چی نیست، شروع ویدیوی ما از اینجا است. کار سلپ تول یس. خب ابزار سلاید تول، سلاید تول برعکس ابزار سلپ تول عمل میکنه، به طوری که اگر ابزار مذکور را روی ویدیوی مورد نظرتان قرار دهید و به جلو و عقب حرکت کنید، بدون اینکه نقاط ویدیوی مورد نظر تغییر کند، نقاط آغاز و ختم ویدیوهایی که در کنار این ویدیو قرار دارد به صورت همزمان تغییر میخواهد کرد. معمولا از این ابزار در تدوین فیلم های بلند سینمایی بیشتر استفاده میشود و در ویدیوهای کوتاه و عادی اکثرا استفاده نمیشه. خب سلپ تول چی کار میکرد؟ سلپ تول تغییرات سر خود کلیپ بود، یعنی خود کلیپ از ابتدا و انتها کم و زیاد میشد، زمان کلیپ تغییر نمیکرد، اما سلاید تول روی خود ویدیو هیچ تأثیری نداره، فرمایش در جایش است، زمانش در جایش است، یعنی از اول آخرش هم کم نمیشه، فقط تغییراتش سر این کلیپ و سمت کلیپ سمت چپ کلیپ سمت راست خود است. ببینید اینجا ابتدایش هستیم، من به هر اندازه که این را سمت چپ کش کنم چی کار میکنه؟ یک حالت جابجایی داره، کلیپ سمت چپ حذف میکنه، به مو اندازه از ابتدای کلیپ سمت راست چی میکنه؟ زیاد میکنه. مثلا فعلا فریم ویدیویی که دیج است اینی فریم است، من به هر اندازه که ایسو کش کنم فریم ها اضافه شد، ببینید تغییر میکنه. مثلا تا اینجا میخوایم این ویدیو حذف شه، این را چی کار میکنم؟ این را انتقال میدم، اما خدر ویدیو را حذف کرد، به مو اندازه چی میکنه؟ از ویدیوی سمت چپ خود اضافه میکنه. خب ابزار پن تول، توسط این ابزار شما میتوانید انواع شیپ ها را طراحی کنید. بر علاوه به صورت پیش فرض در پنل تایملاین برای ویدیوها یک خط وجود دارد که خط اپاسیتی میتونیم بگوییم و در صدا هم خط صدا است. خط مذکور برای تعیین سطح وضوح ویدیو ها کاربرد دارد. با کلیک کردن روی خط مذکور شما میتونید که فریم ایجاد کنید و نیز آن را توسط ابزار پن تول و ابزار انتخاب ویرایش کنید. خب میریم سر پن تول. اگر ما پن تول بگیریم،
در روی ویدیو یک شیپ ایجاد میکنه، میتونم استفاده کنیم نظر به نیاز خود، و یا هم از این قسمت کرده بیشتر مورد استفادهش در ویدیو صدا میتونیم استفاده کنیم. به طور مثال یک قسمت میخواییم ویدیوی ما تاریک روشن شود، پنتولا میگیرم، به هر جایی که کلک کنم روی از این خط برای ما چی میکنه؟ کیفرم ایجاد میکنه، به صدا هم همچنان. خب میتونم چیکار کنم؟ پس در دالت سلکشن بیم، در تصویر اگر کیفرم ما را پایین و بالا کنم تصویر ما روشن و تاریک میشه، درست است؟ اگر در صدا این کار را بکنم صدا پخش بلند میشه. بعضی جای قابل استفاده شی است که یک مقدار صدا بسیار پخش شده، میتونیم نظر به می کیفرم ایجاد کنیم و تنها همون قسمت صدا را ما شما بالا کنیم. ببینید حالی صدا بلند است، صدا گم میشه، پس صدا می صدا را میتونیم لول بکنیم نظر به نیاز ما شما. خب مستطیل یا رکتنگل توسط این ابزار شما میتونید یک مستطیل ایجاد کنید، ابزار الپس توسط این ابزار شما میتونید یک دایره ایجاد کنید. خب این دو ابزار را میتونیم شما از اینجا استفاده کنیم، مثلا زیادتر کارش میتونه مثلا وقتی ما شما یک نفر مصاحبه کننده داریم، یک بک‌گراند ایره واسه میتونم به حساب بک‌گراند هم استفاده کنیم، مثلا یک دیزاین میکنین، میام یک دایره ایجاد میکنم، رنگش میتونیم تغییر بدیم از قسمت افکت کنترل، مثلا رنگ زیره میام سرخ میکنم، رنگ از شیپ مثلا میام آبی میکنم، یک ترک برای شما ایجاد میکنه که هر دو شیپ ما در این ترک ما شما چی موقعیت داره. میتونیم رنگ ای را آبی بگیریم. خلاصه میتونیم ما شما یک دیزاین ایجاد بکنیم، میتونیم نام نوشته کنیم، پوزیشن کسی که حرف میزنه را نوشته کنیم. هدف از این رکتنگل و الپس این است که ما شما یک شکل را دیزاین میکنیم که هم ویدیوی ما شما قابل دید باشه و هم نوشته ما برنگ بگراند، یک وقت مثلا اگر سفید بگیریم امکان داره بگراند ویدیوی ما در یاد ویدیوی ما سفیدی وجود داشته باشه که تایتل ما چی قابل خواندن نباشه، به خاطر بهتر است که ما شما چیکار بکنیم؟ یک بک‌گراند برش بسازیم، برای دیزاین تایتل های قابل استفاده است. ابزار هند تول چی کار میکنه؟ توسط این ابزار شما میتونید در پنل منبع سورس، پروگرام مانیتور یا تایملاین به هر طرف حرکت کند. خب فقط فضای کاری ما شما را انتقال میده. ببینید مثلا روی ویدیو تاثیر نداره، فقط فضای کاری را میتونه چی کار بکنه؟ تغییر بده. مثلا اینجا میام اینو زوم میکنم، مثلا چون زوم کردم چی میکنه؟ جای مورد نظر خود میتونم انتخاب بکنم. در سورس ها من میرقم، مثلا اینجا 1400 هم میگیرم، راحت چی کار میکنم؟ موقعیت ها برای ما شما تغییر میده، سر کیفیت ویدیو تاثیر نداره. ابزار بزرگنمایی زوم تول چی کار میکنه؟ توسط این ابزار شما میتوانید فرم های ویدیو رو در پنل تایملاین بزرگ و کوچک نمایش دهید. شارکتش زید است. ببینید من هر باری که کلک کنم صحیح کاری یا تایملاین ما باز شده میره،
تا اندازه که فقط یک فرمه ما وقتی چپ راست برم یک فرمه میتونم راحت ببینم. و اگر شیفت بگیرم آلت بگیرم هر بار کلیک کنم این حالت منفی یعنی پس تایملاین ما جمع میکنه یا بسته میکنه. در اون صورت بی وقتی یک فرم حرکت کنم در اینجا حرکت تایملاینم چی معلوم نمیشه. همو کار با در کیبورد امرای مثبت و منفی میتونیم مثبت صاحب تایملاین ما رو باز میکنه و منفی چی میکنه صاحب تایملاین ما رو جمع میکنه بسته میکنه. و خوب است در حالت وسط باشه که ما شما بتونیم واضح تدوین ما راحت تر باشه. یا نمونه هاییست که برای شما تشریح کرده. خب ابزار تایپ یا تایپ تول ما هر ویدیوی که بسازیم یا فیلمی که بسازیم نیاز به تایتل یا نوشته داره، امکان داره یک اسم باشه، امکان داره عوامل کسایی که در اونجا کار کردن باشه. این ابزار از جمله ابزارهای مهم و کاربردی در نرم افزار پریمیر به شمار می رود. توسط این ابزار شما می توانید یک عنوان ایجاد کنید. نحوه ایجاد عنوان در فصل های بعدی ان شاء الله تشریح میشه که دو حالت داره، یکی نرمال نوشته میکنه یکی عمودی نوشته میکنه که ما شما میتونیم نمونیش ایجا کار بکنیم. میم تیره شارتکتش هم تی است. وقتی بگیرین دو حالت میه، این حالت نرمالش هست یا حالت چی است. مثلا ایجا میم وقتی در این صفحه کلک کنم خودش اوتومات ایجا ترک خود اضافه میکنه. مثلا نوشته میکنم یک چیز نوشته کردم، میتونیم راحت از قسمت افکت کنترل رنگش تغییر بدیم. سفید است، بخاطر بک‌گراند ما سفید است، واضح خوانده نمیشه. درست شد؟ خب گزینه بعدیش پایینش چی بود؟ پایینش ورتیکال بود که وقتی ما اگر این گزینه رو انتخاب کنیم بعضی موقع امکان داره مثلا ما شما این رقمی هم بخواییم نوشتم کنیم. خلاصه بعد دو طریق میتونیم چی کنیم؟ راحت نوشته بکنیم. ابزار تایپ عمودی، توسط این ابزار شما میتونید عنوان را به صورت عمودی نوشته کنید. خب یک جمع کلی، ابزارها جزء اساسی نرم ابزار پریمیر به شمار میروند و تمام کارهای تدوین از قبیل برش، جابجا کردن، ترکیب صحنه ها و غیره موارد دیگر از این دست توسط این ابزارها انجام میشود، زیرا لازم و ضروری است تا تدوینگر با آن آشنایی داشته باشد. یعنی با ابزارها حتما باید آشنا باشید. با تشکر، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.